فصل 1. زوزه. رستاخیز زن وحشی. لالوبا، زن گرگ نما یا ماده گرگ. پیرزنی در مکانی مخفی زندگی می کند که همه در موردش چیزهایی می دانند و شنیدند، اما کمتر کسی او را دیده است. او مانند قصه پریان در اروپای شرقی است. به نظر می رسد منتظر افراد گمگشته و سرگردان و جستجوگرانی است که به مکان او بروند. او بسیار محتاط است. اغلب موهای فرفری دارد و همیشه چاق است و به ویژه دوست دارد از جمع دور باشد. گاهی پرحرف است و گاهی کم حرف. صدایش بیشتر شبیه حیوان است تا انسان. می توانم بگویم که احتمالاً او در میان دامنه های گرانیتی پوسیده در قلمرو سرخپوستان تاراهوما زندگی می کند یا نزدیک چاه دفن شده فینیکس. شاید او را در حال رانندگی با یک ماشین قراضه قدیمی که شیشه عقبش شکسته دیده باشید که به سمت جنوب به مونتالبا می رود. یا ممکن است او را در بزرگراه مجاور به الپاسو ببینید که ایستاده است. او خودش را با نام‌های متعددی معرفی می‌کند. زن استخوانی، جمع کننده و ماده گرگ. تنها کاری که ماده گرگ انجام می‌دهد جمع کردن استخوان‌هاست. به خصوص استخوان‌هایی را جمع می‌کند و نگهداری می‌کند که در معرض خطر گم شدن در دنیا هستند. غار او پر است از استخوان‌های موجوداتی که در بیابان‌ها زندگی می‌کنند. گوزنها، مارهای زنگی، کلاغها، اما تخصص او در استخوانهای گرگ هاست. او کوهستانها و بستر رودخانه های آبی را به دنبال استخوانهای گرگ کنکاش می کند و در می نوردد و زمانی که استخوانهای گرگ را سرهم کرد و اسکلت کامل شد، زمانی که آخرین استخوان را سر جایش می گذارد و مجسمه سفید رنگ موجود جلوی او نمایان می شود، او کنار آتش می نشیند و در مورد آوازی که خواهد خواند فکر می کند. به هنگامی که مطمئن شد، بالای سر موجود می ایستد و دستانش را از هم باز می کند و شروع به خواندن می کند. این زمانی است که استخوان‌های ستون فقرات و پاهای گرگ شروع به گوشت آوردن می کند و به جوش و خروش می آید. ماده گرگ بیشتر می خواند و موجود بیشتر جان می گیرد. پشمالو می شود و نیرو می گیرد. ماده گرگ بیشتر میخواند و گرگ شروع میکند به نفس کشیدن و هنوز هم ماده گرگ آنچنان میخواند که زمین کف بیابان به لرزه در میآید و همانطور که میخواند گرگ چشمهایش را باز میکند، میایستد و در سراشیبی تپه شروع به دویدن میکند. در هنگام دویدن به خاطر سرعت زیادی که دارد و در اثر شالاب شلوب در رودخانه یا در اثر تابش نور خورشید یا ماه به پهلوی راستش، گرگ ناگهان به زن جوانی بدل می شود که دارد آزادانه به سمت افق می دود. پس به یاد داشته باشید که اگر در بیابان سرگردان هستید و نزدیک به غروب آفتاب است و احتمالاً کمی هم گم شده باشید و قطعاً خسته هم باشید، این شانس را دارید که ماده گرگ به شما نظر کند و چیزی به شما نشان بدهد. چیزهایی درباره روح. همه ما یک مش استخوان گم شده در بیابان هستیم. استخوان‌های مدفون شده در زیر شنها. کار ماست که این تکه‌های گم شده را پیدا و احیا کنیم. این کار فرایندی پر زحمت است. وقتش زمانی است که سایه‌ها کنار رفته باشند. زیرا این کار دقت زیادی می‌خواهد. ماده گرگ آنچه را که به آن نیاز داریم به ما نشان خواهد داد. نیروی غیر قابل تخریب زندگی را، استخوان‌ها را به ما نشان می‌دهد. کار ماده گرگ داستانی معجزه آساست، داستانی جادویی است. این داستان به ما نشان می‌دهد که چه چیز می‌تواند برای روحمان مفید باشد. این داستان رستاخیز است و درباره ارتباط به عالم دیگر است. دنیای روح زن وحشی. اولین قولی که به ما می‌دهد این است که اگر آواز سر بدهیم، می‌توانیم روانمان را که از روح وحشی به جامانده فرا بخوانیم و دوباره به او شکل حیات ببخشیم. ماده گرگ بالای سر استخوان‌هایی که جمع کرده است آواز می‌خواند. آواز خواندن به معنای استفاده از صدای روح است. دم زدن از حقیقت قدرت خود و نیاز خود، یعنی دمیدن روح به چیزی که بیمار است یا نیازمند احیاست. این کار
زمانی محقق می شود که به عمیق‌ترین حالت عشق و احساسات عظیم و ژرف فرو برویم. تا زمانی که کسی مشتاق این باشد که با روح وحشی خود ارتباط برقرار کند و از آن لبریز شود، آن زمان روح آن فرد از چارچوب ذهن او سخن خواهد گفت. این همان معنای آواز خواندن بر فراز استخوان هاست. ما نمی توانیم به اشتباه تلاش کنیم این احساس و عشق عمیق را از یک عاشق در دنیای بیرونی طلب کنیم. این کار زن هاست که به تنهایی آواز بخوانند و کشف کنند. کاری است که در بیابان روان آدمی سرانجام می گیرد. او هر نامی که داشته باشد نیرویی است که ماده گرگان را می سازد و گذشته شخص و تاریخچه باستانی را در خود دارد. زیرا او سال هاست که بوده و هست و فراتر از زمان و مکان است. او مقصود زنانگی را در خود دارد. سنت های زنانه را حفظ کرده است. با موهای اطراف گونهش آینده را حس می کند. او چشمان تیزبین و آینده نگر شیری رنگ یک پیرزن فرتوت را دارد. او هم در زمان حال، هم در گذشته زندگی می کند و هم در آینده. با رقص در هر دو سوی زمان تعادل آن را حفظ می کند. این پیرزن، کسی که همه چیز را می داند در درون ماست. او در عمیق‌ترین جای روح و روان زنان رشد می کند و در خود باستانی و حیات وحشی گونه ما پرورش می یابد. خانه او جایی است که روح زنان و روح گرگ ها با هم ملاقات می کنند. جایی که ذهن و غریزه در هم می آمیزند. جایی که زندگی عمیق زن زندگی دنیوی او را تامین می کند. آنجا جایی است که من و شما همدیگر را می بوسیم. مکانی که با شور و نشاط تمام زنان با گرگ ها می دوند. این پیرزن بین دنیای عقلانیت و اسطوره ها ایستاده است. او مانند پاشنه ایست که این دو جهان بر روی آن می چرخند. این جهان در میان جهانهایی وصف ناشدنی اند که در هر کجا به محض تجربه آن را می شناسیم. اما اگر کسی سعی کند به آن متصل بشود و با آن ارتباط بگیرد، تفاوت‌های ظریف و دقیق آن برهم می‌خورد و تغییر شکل می‌دهد. مگر اینکه این ارتباط گرفتن با استفاده از شعر، موسیقی، رقص و داستان باشد. حدس‌هایی وجود دارد که سیستم ایمنی بدن ریشه در این سرزمین روانی اسرارآمیز دارد. و همچنین راز و رمز آن و تصاویر تمام کهن الگوها و انگیزه ها و خواسته هایی از قبیل آتش برای خواستن خدا، اشتیاق برای کشف رمز و رازهای خلقت و همه غرایز مقدس و نیز غرایز دنیوی همگی از این سرزمین نشأت می گیرند. برخی می گویند سوابق بشریت، ریشه نور و حلقه های تاریکی نیز ریشه در همین سرزمین دارند. اینجا خلأ وجود ندارد، بلکه مکانی است که غبار بودن در آن جاری است. جایی که همه چیز هست هیچ نیست، جایی که سایه ها ماده هستند و ماده ها در آن خالص و ناب شدند. اینکه این سرزمین سرزمینی کهن و با قدمت بالاست امری مسلم است، قدیمی تر از اقیانوس ها. سن و سال ندارد، عمر معینی ندارد. کهن الگوی زن وحشی لایه‌های این سرزمین را می‌پروراند. از روح غریزی آنها جاری می‌شود. اگرچه می‌تواند از رویاها و تجربیات خلاقانه ما شکل بگیرد، او لایه مادر، دوشیزه، دختر و زن معمولی نیست. او کودک درون نیست، ملکه نیست، زن قبیله‌ای نیست، عاشق و پیشگو هم نیست. او تنها همان است که هست. او را لاکویساب آن کس که می داند خطاب کنید. او را زن وحشی بنامید، ماده گرگ. او را با نامهای والا یا پست بخوانید، به نامهای جدید یا قدیمی. او همان که هست باقی خواهد ماند. زن وحشی به عنوان یک کهن الگو نیروی غیر قابل توصیف است که ایده ها، تصاویر و ویژگی های خاص بشری را در خود حمل می کند. کهن الگو در همه جا وجود دارد. کهن الگو در همه جا وجود دارد و هنوز به معنای متداول قابل رؤیت نیست. آنچرا که از او می توان در تاریکی دید،
لزوماً در نور دیده نمی شود. ما تصاویر و نمادهایی که پیدا کرده ایم، شواهدی که در کهن الگوها در آنها یافته ایم، در داستانها، ادبیات، شعر، نقاشی و مذهب یافته ایم. ظاهراً ظهور و درخشش و عطر او به این معناست که دلیلی باشد برای بیرون کشیدن ما از وسوسه ها و بیهودگی ها و همسفر شدن با ستاره ها. در قلمرو ماده گرگ، همانطور که تونی مفید در شعرش می نویسد، حیوانی نورانی است و بر طبق گزارشات حکایت شده این طور به نظر می رسد که سیستم ایمنی بدن توسط افکار آگاهانه تقویت یا تضعیف می شود. در قلمرو ماده گرگ، ارواح به صورت شخصیت های داستانی ظاهر می شوند. صدای اسطوره‌ای عمق روان همانند شاعر و گوینده اسرارآمیز است که سخن میگوید. در این مکان چیزهایی که ارزش روانی دارند و زمانی مرده بودند میتوانند احیا شوند. همچنین ماده اصلی تمام داستانهای موجود در جهان از ابتدا تا به کنون با تجربه شخص در اینجا و از همین نقطه آغاز شده است. تجربه در این سرزمین روانی غیر قابل توصیف و تلاش شخص برای بیان آنچه که در اینجا رخ داده است برای دیگران. نام‌های گوناگونی برای این نقطه نامعلوم بین دو جهان گذاردند. یونگ آن را مجموعه گوناگونی از ناخودآگاه، روان عینی، ناخودآگاه روانی می‌نامد که به لایه‌ای از روان که ویژگی اثر بخشی ندارد اطلاق می‌شود. او ضمیر ناخودآگاه را مکانی می دانست که جهانهای زیست شناختی و روان شناختی هر دو از آن سرچشمه می گیرند و دو علم زیست شناسی و روان شناسی می توانند در این جهان با هم بیامیزند و بر یکدیگر تأثیر بگذارند. در طول حافظه بشری این مکان که آن را سلا زدن، غبار بودن، شکاف بین جهانها می نامند جایی است که تمام نادیدنی ها، اسرار، خیالات، الهام‌ها و شفای کل طبیعت در آن رخ می‌دهد. این مکان دیدگاه ارزشمند روانی وسیعی را به انسان منتقل می‌کند. اما باید با آمادگی به آن نزدیک شد، زیرا ممکن است انسان در لذت آن وسوسه شود و در حضورش غرق شود. شاید با مقایسه حقیقت آن با واقعیتش هیجان آن کمتر شود. به این مفهوم که این لایه عمیق‌تر روان میتواند به دامی بدل شود که فرد از آنجا با بی‌ثباتی، با ایده‌های مبهم و حضوری واهی بیرون بیاید. اما منظور و هدف این نیست. هدف از رفتن به آنجا این است که شخص در هنگام بازگشت در آب‌های احیا کننده و آگاهی بخش شسته شده باشد و تحت تأثیر آن قرار گرفته باشد و جسم و روحش مقدس شده باشد. هر زنی به طور بالقوه به زیر این رودخانه دسترسی دارد. ریو آبا جورجیو، به زبان اسپانیایی زیر رودخانه. زنان با استفاده از مراقبه عمیق، رقصیدن، نوشتن، نقاشی کشیدن، دعا خواندن، آواز خواندن، طبل زدن، تجسم خلاق یا هر فعالیت دیگری که نیازمند آگاهی بسیار دگرگون کننده می باشد به آنجا می رسند. زنان از طریق آنچه که بدان نظر می افکنند و خواهان رسیدن به آن هستند می توانند به این جهان بین جهانها برسند. از طریق هنرهای خلاقانه، گوش نشینی یا چله نشینی های آگاهانه و با تمرین هر هنری به این سرزمین خواهند رسید. با این حال و با وجود تمام این کارهای هنری، بیشتر آنچه که در این جهان غیر قابل وصف رخ می دهد، برای همیشه برای ما به صورت اسرار باقی خواهد ماند. به این خاطر که در آنجا قوانین فیزیکی و قوانین منطقی آنطور که ما می شناسیم شکسته می شوند. اهمیت این حالت روانی در داستان چهار خواهام که آرزوی دیدن چرخ حزقیال پیامبر را داشتند به تصویر کشیده شده است. چهار خواهام. شبی فرشته‌ای به دیدن چهار خواهام رفت و آنها را بیدار کرد و به آسمان هفتم و بهشت برد. در آنجا آنها چرخ مقدس حزقیال پیامبر را دیدند. زمانی که آنها از بهشت به زمین هبوط کردند،
یکی از خاخام ها به خاطر دیدن آن همه شکوه و عظمت مشاعرش را از دست داد و تا آخر عمر سرگردان و از خود بی خود شد. خاخام دومی که شخصی بسیار بدبین بود گفت: من چرخ حزقیال را در خواب دیدم. همش همین است. در واقعیت هیچ چیز رخ نداده است. خاخام سومی مدام به آنچه که دیده بود و نحوه ساخته شدن آن و به معنای وجود آن به شکل وسواس‌گونه‌ای فکر می کرد و بدین ترتیب او نیز گمراه شد و ایمانش را از دست داد. خاخام چهارم که یک شاعر بود، کاغذ و قلم به دست پشت پنجره ای نشست و آهنگ پشت آهنگ و شعر پشت شعر در مدح پرواز فاخته در غروب، دخترش در گهواره و همه ستارگان آسمان می سرود و بهتر از گذشتهش زندگی کرد. اینکه چه کسی در آسمان هفتم و در بهشت چه دیده است را نمی دانیم. اما می دانیم که تماس با جهانی که ذات با آن در تماس است به این علت است که ما را از چیزی آگاه کند که فراتر از شنوایی معمولی بشر است و ما را لبریز از احساس عظمت و شکوه می سازد. زمانی که ما اطلاعات بنیادی و معتبر و درستی از آن کس که می داند را لمس می کنیم، باعث می شود که ما عمل و عکس العملی برگرفته از ماهیت یک پارچه عمیق‌تری داشته باشیم. توصیه این داستان نگرشی بهینه به تجربیات ناخودآگاهانه عمیق است که باید نسبت به آن بیش از حد شیفته یا بیش از حد بی توجه و بی اهمیت نباشیم. نه بیش از حد متعجب و نه بیش از حد بدبین. شجاعانه به آن بله بگوییم و خیلی هم بی پروا نباشیم. یونگ در مقاله فاخر به نام عملکرد متعالی به برخی افراد توصیه کرده است که در دریافت و شناخت از خود بیش از حد مجذوب تجربه خدا یا خود نشوند. برخی هم بیش از اندازه اهمیت می دهند و آنهایی که برای رویارویی با آن آمادگی ندارند آسیب می بینند. اما کسانی هم هستند که راه خود را به آنچه که یونگ آن را تعهد اخلاقی می نامد پیدا می کنند تا با آنچه که در یک شخص در نزول و صعود به خود وحشی می آموزد زندگی کند. این تعهد اخلاقی که یونگ از آن صحبت می کند به معنای زندگی کردن در آنچه که درک می کنیم و در سرزمین های بهشت روان یا جزایر مردگان، در بیابان های استخوان روح، کوهستان ها و صخره ها و دریا و جهان سرسبز زیرین، یعنی در هر کجا که او که می داند در ما بدمد و ما را زنده کند و تغییرمان دهد است. کار ما این است که نشان دهیم او در ما دمیده است. او را نشان بدهیم، او را بیرون بیاوریم، او را بخوانیم، او را در جهان بیرونی زندگی کنیم. آنچه را که از دریافت ناگهانیمان به دست آورده ایم، از جسممان، از خوابها و رویاها و از سفرهایمان به تمام قصه ها و داستانها کشف کرده ایم. ماده گرگ در جهانهای موازی، در اسطوره هایی که در آنها مردگان به زندگی باز می گردن حضور دارد. در اسطوره های مصر، ایزیس این خدمت را برای برادر مردش اوزیریس انجام می دهد. اوزیریس هر شب توسط برادر بیرحمش ست قطعه قطعه می شود و ایزیس هر شب از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب کار می کند تا قبل از طلوع آفتاب تکه های برادرش را به هم بچسباند. زیرا می داند که اگر موفق به انجام این کار نشود، خورشید طلوع نخواهد کرد. مسیح جسد لازاروس را که آنقدر مانده بود که بوی تعفن گرفته بود زنده کرد. دیمیتر دختر رنگ پریدهش پرسفون را سالی یک بار از سرزمین مردگان فرا می خواند و ماده گرگ بر فراز استخوان‌ها آواز می خواند. این تمرین مراقبه‌ای برای زنان است. فراخوانی جنبه های مرده و از هم گسیخته خود، فراخواندن جنبه های مرده و از هم گسیخته خود زندگی. کسی که از مرده ای دوباره زندگی خلق می کند و می آفریند همیشه یک کهن الگوی دو وجهی است. به خاطر این طبیعت و ماهیت دوگانه یا وظیفه ای دو برابر، کاری عظیم پیش روی ماست.
اینکه بیاموزیم آنچه که اطراف ما و در مورد ماست و آنچه که در درون ما باید زندگی کند را درک کنیم و بفهمیم و شناسایی آنچه که باید بمیرد. کار ما درک زمانبندی درست برای هر دوی این هاست. اجازه بدهیم آنچه که باید بمیرد و آنچه که باید زندگی کند زنده بماند. برای زنان جهان زیر رودخانه یعنی محل زندگی زن استخوانی جایی است که دانش مستقیم و بی‌واسطه در مورد بذرها، دانه‌ها، ریشه‌ها و ساقه‌ها و بذر هستی را در بر گرفته است. در مکزیک آنطور می‌گویند که زنان حامل نور زندگی هستند. این نور نه در قلب زنان است و نه در چشم‌هایشان، بلکه در تخمدان‌های آنهاست، جایی که حتی قبل از تولد آنها هم ذخیره و انباشتی از تخمک در آنها وجود دارد. در مورد مردان طبق کشفیات ایده های عمیق‌تر در مورد باروری و ماهیت تخم همان کیسه های بیزه را در نظر می گیرند. این دانشی است که با بودن و نزدیک شدن به زن وحشی به دست می آید. زمانی که ماده گرگ آواز می خواند از دانشی که در تخمدان ها نهفته است می خواند. دانشی که از اعماق جسم، اعماق ذهن و روح می آید. نمادهای بذر و استخوان بسیار شبیه به یکدیگر هستند. اگر کسی ریشه، ساقه و دانه اصلی را داشته باشد، هر خرابی را با آن می تواند تعمیر کند، هر ویرانی را می تواند آباد کند، مزرعه ها را می توان با آن آباد کرد، بذر سفت و سخت را می توان خیساند تا نرم شود و به آن کمک کرد تا بارور شود و سبز و شکوفا گردد. داشتن بذر به معنای داشتن کلید زندگی است. بودن با چرخه های بذر به معنای رقصیدن با زندگی است. رقصیدن با مرگ است و دوباره رقصیدن در زندگی است. این تجسم از مادر زندگی و مرگ به کهن‌ترین و اصولی ترین شکل آن است. زیرا که او مدام در این چرخه های زندگی می چرخد و من او را زندگی، مرگ، زندگی می نامم. اگر چیزی گم شود باید به آن متوسل شد. با او باید حرف زد. به او باید گوش کرد. عمل کردن به توصیه های روحی او گاهی اوقات سخت و دشوار است. اما همیشه باعث تحول و حیات بخشی می شود. پس هرگاه چیزی را از دست دادیم، باید پیش پیرزنی برویم که همیشه در لگن خاسره و در جایگاه بذرها زندگی می کند. او در آنجا زندگی می کند. نیمی در درون و نیمی بیرون. از آتش خلاق زندگی. اینجا کامل ترین مکان برای زیستن زنان است. درست در کنار تخمهای زاینده آنها، کنار بذرهای زنانه آنها، آنجا کوچکترین و بزرگترین بذرها منتظرند، تا از هان و اعمال ما آنها را متجلی کنند. پیرزنی را تصور کنید. زنی که قدمتی 2 میلیون ساله دارد. او زن وحشی اصلی است که هم در دنیای ژرف زیرین زندگی می کند و هم در دنیای بیرون. او هم در درون ماست، هم در کنار ما زندگی می کند و هم ما را احاطه کرده است. بیابانها، جنگل ها و زمین زیر خانه های ما 2 میلیون ساله هستند و همینطور چیزهای دیگر. من همیشه تحت تأثیر این هستم که زنان چقدر حفاری کردن و جستجو در زمین را دوست دارند. آنها پیازچه گیاهان را برای فصل بهار می کارند. انگشتان سیاهشان را درون گل و لای فرو می برند و بوته های گوجه فرنگی را قلمه می زنند. من فکر می کنم آنها زمین را به دنبال زن 2 میلیون ساله حفر می کنند. آنها به دنبال انگشت ها و پنجه های او می گردند. آنها حضور او را برای خودشان می خواهند. زیرا آنها با او احساس پیوستگی و آرامش می کنند. بدون او زنان احساس بیقراری می کنند. طی سالهای زیادی که با زنان کار کردم، آنها اولین جلسه مشاوره را با گفتن این حرف ها شروع می کنند. خب من احساس بدی ندارم، اما احساس خوبی هم ندارم. فکر می کنم این شرایط خیلی عجیب نباشد. می دانیم که همچین شرایطی برآمده از فقدان کود به اندازه کافی است. راه درمان چیست؟
ماده گرگ، یافتن زن 2 میلیون ساله. او نگهدار بخش های مرده و در حال افول زن و زنانگی است. او جاده میان زندگان و مردگان است و در فراز استخوان ها آواز حیات سر می دهد. او صدای اسطوره هایی است که داستان های کهن و گذشتگان را می داند و آنها را در قصه ها برای ما نگه می دارد. گاهی ما او را به مانند صدای دلنشین اما بدون چهره در خواب ها و رویاهای ما تجربه می کنیم. این دوشیزه پیر به ما نشان می دهد که چطور با گذشت زمان پژمرده و خشک نشویم و در عوض به جادوگری خردمند تبدیل شویم. بچه ها به طور غریزی خردمند و جادوگر متولد می شوند. آنها در عمق استخوان‌هایشان می‌دانند چه چیزی درست است و در موردش چه کار باید کرد. این ذاتی است. اگر زنی چنین موهبتی داشته باشد که در جوانی پیر باشد و در پیری جوان باشد، همیشه خواهد دانست که چه اتفاقی روی می‌دهد. اگر این استعداد را از دست بدهد، می‌تواند دوباره با تلاش روحی هدفمند آن را فراخوانی کند. ماده گرگ پیر بیابان هاست. او جمع کننده استخوان هاست. در نمادشناسی کهن الگوها استخوان نماد نیروی نابود شدنی است. استخوان ها به راحتی از بین نمی روند. ساختار آنها به گونه است که به سختی می توان آنها را سوزاند و نابود کردن کامل آنها تقریبا غیر ممکن است. در اسطوره ها و داستان ها آنها نماد فناناپذیری و استقامت روح هستند. می دانیم که روح و روان می توانند آسیب ببینند و حتی فلج شوند، اما تقریبا غیر ممکن است که کشته شود و بمیرد. شما می توانید روح را افسرده کنید و آن را از پای درآورید. می توانید به آن آسیب بزنید و زخمیش کنید. می توانید عوارض بیماری را در آن به جای بگذارید و نشانه های ترس را بر رویش حکاکی کنید، اما او نمی میرد، زیرا در جهان زیرین ماده گرگ از آن محافظت می کند. او هم یابنده است و هم نگهدار استخوان هاست. استخوان ها انقدر سنگین هستند که می توان با آنها ضربه زد. انقدر تیز هستند که بشود با آنها برید و اگر پیر و کهنه هم شوند باز مانند شیشه جیرین جیرین می کنند. استخوان های موجودات زنده خودشان زنده و خلق کننده هستند. آنها دائما خودشان را بازسازی می کنند. استخوان زنده دارای پوستی نرم و فعال است. به نظر می رسد مقاومت خاصی برای بازسازی و تولید مجدد خودش دارد. حتی استخوان خشکیده هم به محل امنی برای موجودات زنده کوچک تبدیل می شود. استخوان‌های گرگ در این داستان نشان دهنده جنبه غیر قابل ویران شدن خود وحشی است. طبیعت و ماهیت غریزی و موجودی است که خود را وقف آزادی کرده و فاسد نمی شود. موجودی که هرگز مقررات و قوانین افراط و تفریطی و خشک فرهنگ متمدن را نمی پذیرد. استعاره های این داستان از نوعی هستند که تمام فرایندها برای تبدیل زنان به وجود وحشی غریزی کامل در آنها را به همراه دارد. در درون ما چیزی است که استخوان‌ها را جمع‌آوری می‌کند. در درون ما استخوان‌های روح خود وحشی ما قرار دارد. در درون ما این استعداد بالقوه وجود دارد که دوباره تبدیل به همان موجوداتی شویم که قبلاً بوده‌ایم. در درون ما استخوان‌هایی برای تغییر خودمان و دنیاهایمان هست. در درون ما نفس ما، حقیقت ما، رویاها و آرزوهای ما هست. این به این معنا نیست که ما باید با موهای ژولیده و دستان کثیف و سیاه راه بیفتیم. بله، ما انسان میمانیم. اما همچنان در درون زنی انسانگونه که خود غریزه حیوانیش است زندگی میکنیم. این مانند یکی از شخصیت‌های احساساتی انیمیشن نیست. او دندان‌های واقعی، قرشی حقیقی، سخاوتی بی حد، شنوایی بی بدیل، پنجه های تیز و سینه های درشت و پشمالو دارد. این خود غریزی باید آزادی حرکت کردن، صحبت کردن، خشمگین شدن و خلق کردن را داشته باشد. این خود غریزی مقاوم و انعطاف پذیر است و توانایی شهودی زیادی دارد.
خودی که خردمند است و در سر و کار داشتن‌های روحی با تولد و مرگ رفتاری خردمندانه دارد. امروز آن موجود پیر درون شما مشغول جمع‌آوری استخوان هاست. او چه چیزی را بازسازی می کند؟ او خود روح است. او سازنده خانه روح است. او با دستان خودش روح را بازسازی می کند. او برای شما چه می سازد؟ او محافظ روح است. بدون او ما شکل خود را از دست می دهیم. او محافظ روح است. بدون او ما شکل خود را از دست می دهیم. بدون وجود راه ارتباطی با او انسان‌ها روح خود را از دست می دهند یا روحشان دچار لعنت می شود. او به خانه روح شکل می دهد و با دست خود خانه های بیشتری برای روح می سازد. او همان زنی است که پیراهنی به تن دارد که جلوی آن بلندتر از پشتش است. زنی که لالایی می خواند، سازنده روح است، پرورش دهنده گرگ و نگهدارنده و محافظ موجودات وحشی. بنابراین با ارادت و شفقت به شما میگویم که چه گرگی سیاه باشید یا گرگ خاکستری شمالی یا گرگ قرمز مناطق جنوبی یا گرگ سفید قطبی، در اصل همان موجود غریزی تکامل یافته هستید. اگرچه برخی ممکن است واقعا ترجیح بدهند که شما مثل خودتان رفتار کنید و با شادی و لذت روی وسایل خانه بالا و پایین نپرید یا موقع خوشامدگویی به کسی ذوق زده نشوید، اما شما هر طور که می‌خواهید رفتار کنید. برخی هم از ترس یا از روی نفرت از شما روی برمی‌گردانند، اما کسی که عاشق شماست این جنبه تازه از شما را هم دوست خواهد داشت، اگر که به راستی عاشق شما باشد. اگر شما برای تشخیص چیزهای مختلف آنها را بو می کشید، ممکن است برخی از مردم این کار شما را دوست نداشته باشند و بگویند محض رضای خدا به پشت نخوابید و پاهایتان را هوا نکنید. دختر بد، گرگ بد و سگ بد. درسته؟ نه، اشتباه است. به کار خودتان ادامه بدهید و از خودتان لذت ببرید. مردم مراقبه می کنند تا به تعادل و توازن روانی برسند. به همین دلیل است که آنها برای روان درمانی و روان تحلیلی مراجعه می کنند. به همین خاطر است که خوابهایشان را تحلیل می کنند و کارهای هنرمندانه می کنند. به این دلیل است که برخی فال ورق می گیرند، سراغ ایچینگ می روند، می رقصند، تبل می زنند، تئاتر بازی می کنند، شعر می سرایند و برای عبادت کردن آتش برپا می کنند. این علت تمام کارهایی است که انجام می دهیم. این همان جمع‌آوری کردن استخوان هاست. بعد هم باید کنار آتش بنشینیم و به این فکر کنیم که چه آوازی بالای سر استخوان ها بخوانیم. کدام سرود آفرینش را و کدام سرود خلقتی دوباره را. حقایقی که بر زبان می آوریم آوازمان را خواهد ساخت. اینها سوالات خوبی هستند که انسان زمانی که تصمیم می‌گیرد آوازش را بخواند باید از خودش بپرسد تا آواز درستی بخواند. به سر صدای من چه آمده است؟ استخوان‌های مدفون شده زندگیم چه هستند؟ رابطه من با خود غریزی‌ام در چه وضعیتی است؟ آخرین باری که آزادانه دویدم کی بود؟ چه کار باید بکنم تا زندگیم از نو احیا شود؟ ماده گرگ کجا رفته است؟ پیرزن در بالای سر استخوان‌ها می‌خواند و همانطور که می‌خواند و می‌خواند استخوان‌ها تازه و احیا می‌شوند. ما هم وقتی به استخوان‌هایی که یافته این روح می‌دمیم تازه و احیا می‌شویم و همانطور که اشتیاق‌ها و آرزوها و دلشکستگی‌هایمان را به استخوان‌هایمان می‌ریزیم، کاری که وقتی جوان بودیم می‌کردیم، کاری که می‌دانیم در قرن‌های گذشته انجام می‌دادیم و روی پویایی و اشتیاقی که در آینده‌مان احساس می‌کنیم نیز می‌ریزیم، بلند می‌شویم و روی چهار پایمان می‌ایستیم. چهار ستون روحمان را می‌سازیم و از نو احیا می‌شویم. ما دیگر ضعیف و ناتوان و رو به زوال نیستیم. خیر، ما در حال احیا شدن هستیم. ما در مرحله تغییر شکل و تبدیل شدن هستیم. مانند استخوان‌های خشک ما نیز اغلب از بیابان شروع می‌کنیم. احساس غریبگی و تنهایی می‌کنیم و حس می‌کنیم هیچ ارتباطی با هیچ موجودی نداریم. در زمان‌های قدیم
بیابانها را مکانی برای مکاشفه و انزوای عارفانه و روحانی می دانستند. اما بیابان برای زنان معنایی بیشتر از اینها دارد. در بیابان زندگی متراکم و فشرده است. ریشه های موجودات زنده تا آخرین قطره آب را نگه می دارند و گلها با شکفتن در اوایل صبح و اواخر عصر سعی می کنند رطوبتشان را حفظ کنند. زندگی در بیابان محدود اما درخشان است و بیشتر آنچه که رخ می دهد در زیر زمین است. شبیه به زندگی بسیاری از زنان. بیابانها مانند جنگلها سرسبز و شاداب نیستند. شکل زندگی بیابانها خشن و اسرارآمیز است. زندگی بسیاری از ما نیز به مانند بیابان بوده است. در ظاهر آن بسیار محدود زندگی کرده ایم و بخش زیادی از آن را در زیر زمین زیسته ایم. ماده گرگ به ما نشان می دهد که از این تقسیم روحی چه چیزهای با ارزشی می توان به دست آورد. روح زن ممکن است در مسیرش به سمت تحول به خاطر خشونت‌هایی که در گذشته دیده یا به این خاطر که اجازه نیافته تا زندگی وسیع‌تری روی زمین داشته باشد خود را در بیابان می‌بیند. بنابراین بیشتر زنان احساس می‌کنند که در مکانی خالی زندگی می‌کنند که تنها یک کاکتوس یا یک گل سرخ زیبا در آنجاست و بعد از هر طرف که نگاه می‌کنند تا 500 مایل هیچ چیزی به چشم نمی‌خورد. اما برای زنی که مسافت 501 مایلی را می پیماید چیزهای بیشتری است. یک خانه کوچک زیبا با یک پیرزن که در آنجا منتظرش است. برخی از زنان دوست ندارند در بیابان روحی باشند. آنها از کمبود و خشکی نفرت دارند و سعی می کنند سوار اولین ماشین درب و داغان شوند و به شهر فانتزی و پرزرق و برق روان بروند. اما چون شادابی و تراوت روح وحشی در شهر روان نیست، ناامید می شوند. شادابی در جهان روح است، در جهان میان جهانها، در زیر رودخانه. حماقت نکنید. برگردید و در کنار همان تک گل سرخ بایستید و مستقیم به طرف آن یک مایل بیشتر دشوار حرکت کنید. ادامه بدهید، و درب کهنه آن خانه قدیمی در بیابان را بکوبید. از دیوار غار بالا بروید. از پنجره یک رویا داخل شوید. بیابان را جستجو کنید و به آنچه که پیدا می کنید نگاه کنید. این تنها کاری است که ما باید انجام بدهیم. آیا یک توصیه روان درمانی می خواهید؟ بروید و استخوان‌ها را جمع کنید.